تأکید پاکستان بر آغاز دور دوم اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان. در پی افزایش نگرانی ها از دور دوم اخراج اجباری مهاجران افغان مقیم پاکستان، اسلام آباد می گوید سیاستش در مورد مهاجران افغان تغییر نکرده است. ممتاز زهرا بلوز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت سیاست پاکستان این بوده افرادی که به طور غیرقانونی در پاکستان هستند باید به کشور خود بازگردند، از جمله افراد از افغانستان. او گفت افراد زیادی داوطلبان برگشتند و شمار محدودی اخراج شدند. او در مورد تاریخ مشخص دور دوم این روند گفت اقدامات متعددی در حال بررسی و بحث است و وزارت کشور پاکستان آن را اعلام خواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت مهاجران طالبان روز پنجشنبه در دیدار با کاردار پاکستان در کابل خواسته است که تصمیم یک جانبه در مورد اخراج مهاجران افغان از این کشور گرفته نشود. در خبرنامه وزارت مهاجران آمده است که عبدالرحمن راشد در دیدار با عبدالرحمن نظامانی کاردار پاکستان گفته است که موضوع مهاجران دو جانبه است و تصمیم ها در مورد آنها باید از طریق تفاهم بین دو کشور گرفته شود. تا زمانی که سازوکار مشترکی حاصل نشود نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در مورد اختلاف میان دو کشور در مورد ویزا و اسناد سفر رانندگان کامیون‌ها و مسافران مناطق سرحدی نیز گفت که هیچ تغییری در موضع پاکستان در مورد سند واحد مسافرتی ایجاد نشده است. پیشتر حکومت طالبان گفته بود که در مورد تمدید برگه‌های تردد رانندگان میان دو کشور توافقاتی کردند. خانم بلوچ نیز در این رابطه گفت که در گفتگوهای هفته گذشته هیئت پاکستانی در کابل دو طرف در مورد یک دوره انتقال برای اجرای کامل سند واحد توافق کردند. سال گذشته نخست وزیر موقت پاکستان دستور اخراج بیش از 1 میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک از این کشور را پس از اول نوامبر صادر کرد که به گفته مقامهای دو کشور بیش از 500,000 مهاجر اخراج شدند.